خب دوستان گرامی این سمینار ما آخرین سمینار از سلسله سمینارهای چالش سنت و دموکراسی است بخش دوم سمینار موانع کهن و فرصتهای نوین است در سمینار قبلی موانعی را که در طی مباحث مختلف در عرض نوزده سمینار گذشته گفته بودیم یک یکی برشمردیم خلاصه اونها رو گفتیم و نشان دادیم که این به طور خلاصه این موانع چیستند حال می خواهیم از فرصت های نوینی که البته بسیاری از اینها رو هم طی سمینارهای مختلف برشمردیم یک یکجا این فرصت های نوین رو جمع آوری کنیم و از اون نتیجه گیری کنیم خب با وقوع انقلاب 57 ما دوران جدیدی را می‌آزماییم به این معنی که دیوار اقتدار در انقلاب مشروطیت چند ترک مهم برداشت همجواری ما با جهان مدرن طرز زیست ما را به مقدار زیادی تغییر داد شکل حکومتی ما را تغییر داد با وقوع انقلاب ۵۷ این دیوار قطور کهن به چند نیمه تقسیم شد و قسمت مهمی از آن فرو ریخت و پس از انقلاب ما با ای مواجه هستیم در حال گذار که نه جامعه سنتی قبلی است و نه موفق شده است که یک نظام مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر به وجود آورد جامعه است در گرفتار در چنگال یک حکومت اقتدارگرای نوین ایدئولوژیک که روحانیت بر سر کار است و همه قدرت نرم و قدرت سخت که معمولا در نظام های اقتدارگرای نوین بین نهاد روحانیت و نهاد حکومت تقسیم می شود در جمهوری اسلامی ایران یک جا از آن ولی فقی و دستگاه سیاسی متعلق به او شده است و علاوه بر قدرت سرکوب ناخداگاه ذهنی ما را در اختیار داره اطاعت پذیری ما در نظام جامعه پذیری ایرانی در ید اقتدار اوست روحانیت از بعد به تولد تا بستر مرک با افراد همراه است شبکه گسترده ای داره از امکانات حکومتی امروز برخورداره بخش مهمی از این روحانیت حکومتی است بخش دیگر آن بر علیه این حکومت ناراضی است هرچند که نمیتواند ابراز وجود کنه بنابراین در درس های قبل گفتیم که یکی از امیدهای گذار به دموکراسی اینه که همه نهادهای سنتی جامعه پذیری ایرانی دچار تحول کیفی شده و دیگر نمیتواند به باز تولید کامل اقتدار در جامعه کمک کنه بخشی از این نهادها حتی مدرن یا نیمه مدرن شده گفتیم که جامعه من فعال و کنشگرش به عمل در آمده و پرسشگری آغاز شده جامعه متوسط شهری به وجود آمده که خواستار مشارکت در فعالیت اجتماعی دارای خواستهای مدنی و خواستار مشارکت در قدرت سیاسی است گفتیم که از درون جنگ دو نهاد برآمد یک نهاد نهاد اقتدار و استبداد نوین در قالب سپاه پاسداران که از جنگ برگشته بود می گفت مملکت رو من نجات دادم روحانیت را نالایق و فاسد می دانست و می گفت که روحانیت در رمانتیسم انقلابی او به اندازه کافی شریک نیست و ادعای قدرت اقتصادی و سیاسی داشت و مقدار زیادی از اون رو به دست آورد این قول از شیشه خارج شد و امروز یکی از شرکای مهم قدرت در جامعه ایرانه و بخش استبداد مدرن اون رو نمایندگی میکنه اگر ما جامعه روحانیت و سازمان روحانیت را یک نهاد مربوط به قرون و بشماریم و نهادهای دیگر جامعه پذیری اقتداری را در جامعه مربوط به قدیم بدانیم سپاه یک نهاد مدرن با تشکیلات مدرن ولی با فکر استبدادی و اقتداری است در کنار اون گفتیم طبقه متوسط شهری به وجود آمد که بعد از جنگ وقتی که به وجود آمد مصادف شد با وصل شدن این جامعه به انقلاب الکترونیکی وصل شد به جهان از طریق اینترنت تحصیلات عالیه به دست آورد برای اینکه مؤسسات آموزشی بیشماری در مملکت ایجاد شد زنان به میدان آمدند زنان وارد مبارزات اجتماعی شدند و مجموعا جامعه فعالی با خواستهای مدنی بیشمار به وجود آمد که دیگر اقتدار را بر نمیتابید این یک نقطه عطفی در تاریخ ایران پرسشگری این جامعه تعداد بیشمار تعلیفات جدید ترجمه های نوین دسترسی به اینترنت تحصیلات عالی پرسش را و پرسشگری را به عنوان جزئی لایتجزا از جامعه مدرن کنونی کرده و دیگر من امفعالی من واکنشی که تسلیم محض سنت و تعلیمات سنتی بود در بخش های مهمی از جامعه به تعطیل رفت البته این به این معنی نیست که همه چیز بر وفق مراد است زیرا گفتیم که نظام های نوین هم از تکنیک نوین وسائل نوین سود می جوین راه های جدیدی برای گسترش استقرار و استمرار اقتدار خودشون تهیه ببینند گفتیم که نظام های نوین در حقیقت با اختصاص خشونت و قهر به حکومت و همچنین با تصرف اغلب منابع ثروت در دست و حکومت در حقیقت نسبت به نظام های اقتدار سنتی به امکانات توسعه اقتدار خودشون فزودند از آنجایی که جامعه دیگر در کلیت خودش اقتدار پذیر نیست و حداقل بخش نوینی از جامعه با خواستهای کلان اجتماعی خواستهای مدنی پا به وجود گذاشته نظام اقتدارگرا هم روش های نوینی برای بست اقتدار خودش پیدا میکنه از جمله این روش ها این است که در ابتدای انقلاب که انقلابیگری و رومانتیسم انقلابی و شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی و جنگ همه نیروهای اجتماعی را در خدمت اقتدار بسیج کرده بود این حکومت دقدقه نداشت انتخابات برای این حکومت در حقیقت به معنای بیعت گرفتن مجدد یک خلیفه از مردمی بود که با جان و دل پای صندوق رأی می تا با او بیعت کنند و او را مجددا بر کرسی اقتدار بنشانند تکرار این نوع انتخابات که در طول جنگ هم تعطیل نشد به خاطر اینکه به آسانی حکومت تجدید مشروعیت و اقتدار می کرد تبدیل به یک فرهنگ عمومی انتخاباتی در ایران از یک طرف شد و از طرف دیگر حضور مردم حضور وسیع مردم پای صندوق های یکی از شاخصه های سیاسی برای حقانیت و مشروعیت حکومت شد و حکومت به این حضور بیوقفه مردم پای صندوق های اهمیت کافی میده در جوامع مدرن انتخابات آزاد و منصفانه درست شدند تا مردم بتوانند از طریق رأی دادن در محیطی که مقدمات رأی دادن از قبیل آزادی تبلیغات، آزادی احساب، آزادی تبلیغ برنامه های حکومتی، آزادی تجمع، آزادی گفتار فراهم شده مردم بتوانند با آگاهی کامل نسبت به برنامه احزاب سیاسی مختلف یا کاندیداهای گوناگون اونها رو به عنوان نمایندگان خودشون انتخاب کنند یا شخصی را برای رهبری موقت جامعه انتخاب کنند و اراده خودشان را در مقام اقتدار حکومتی بنشانند تا بر اونها حکومت کنه و به طور موقت در یک پریود چند ساله زمام امور سیاسی مملکت رو در در حکومت های اقتدارگرا این نظام انتخاباتی که یک وسیله ایدال برای دموکراسی است به عکس خودش تبدیل شد نظام های اقتدارگرای نوین با تعطیلی موق... مقدمات لازم برای انتخابات مانند آزادی احساب، آزادی گفتار، آزادی تجمع، آزادی رسانه ها یک طرفه برگماردگان خودشان را به صحنه میفرستند اجازه میدن اونا تبلیغ کنند به رسانه ها دسترسی داشته باشند دیگران رو آشکارا حذف میکنند و مردم را با ساختن سناریوهای گوناگون در بین بد و بدتر مخیر میکنند تا آنها به یکی از بد یا بدتر رأی بدهند و اونها رو روانه پارلمان میکنند یا رئیس جمهور میکنند و به این ترتیب از مردم در حقیقت هم بیعت میگیرند مشروعیت ارزام میخرند و هم گماشتگانی از طرف خود را به عنوان نمایندگان اونها بر مردم مسلط میکنن جمهوری اسلامی در طی این سده و اندی این کار رو کمابیش با موفقیت انجام داده با این تفاوت که تا پایان جنگ مردم داوطلبانه این مشروعیت را ارزان به حکومت میفروختند چون تحت تاثیر جنگ تحت تاثیر کاریزمای آیت الله خمینی و تبلیغات ایدئولوژیک حکومت بودند پس از جنگ ورق برگشت جامعه مدنی به تدریج تشکیل شد مردم خواسته های مدنی داشتند نظام حتی با وجود اینکه برگماشتگان خودش را از طریق شورای نگهبان به جامعه معرفی میکرد دید که به این آسانی نمیتونه بنابراین مجبور شد که سناریو سازی بکنه و این سناریو سازی مستلزم این هست که قبل از انتخابات فضای نسبتاً آزادی فراهم بکنه تا اینکه در فضای آزاد جامعه متحرک بشه تحت تاثیر تبلیغاتی که حکومت در اتاق فکرهای خودش فراهم دیده به هیجان بیاد و آسون به پای صندوق های کشیده بشه اما از آنجایی که گفتیم بلوک های قدرت چند پارچه شدند و سیاست اونها رو هی از هم دورتر میکنه و از اینکه سیاست اقتدار جرایانه را بتوانند یک پارچه به جامعه اعمال کنند نیروهای امنیتی و نظامی به این نتیجه رسیدند که حتی این برگماردن شورای نگهبان کافی نیست اونها مهندسی میکنند انتخابات رو به این معنی که از بین این برگماشتگان اونها رو که بیشتر میخواهند با تقلب در آرا با تقلب در خانش آرا با تقلب در شمردن صندوق ها از صندوق در میادن و اونها رو بر میکنند. خب بنابراین یکی از راه های مبارزه و یکی از فرصت های گرامبه هایی که اکنون بر ما عرضه شده این است که چون ایران از یک سو در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل منظم حقوق بشر طبق ماده 21 اصل آزادی انتخابات و انتخابات آزاد رو پذیرفته و از طرف دیگر چون کنوانسیون بین المجالس سال 1994 پاریس رو هم پذیرفته و در مجلس هم اون رو تصویب کرده بنابراین می توان فشار بین المللی ایجاد کرد که به تعهدات بین المللی خودش این نظام باید عمل کنه همچنین میتوان خواسته های مدنی را همه را و مقاومت مدنی را در جهتی سامان داد که همه این خواسته از طریق صندوق رأی متحقق بشه و بنابراین این ماشین تقلب و رأی رو را به عکس خودش تبدیل کرد و به عملکرد واقعی خودش نزدیک کرد و مجلس را آزاد سازی کرد سمت ریاست جمهوری را آزادسازی کرد و نمایندگان مردم رو بر اون نشاند یا سعی کرد که نشاند و اگر این کار در فضای نسبتا آزادی که نظام در هولوش انتخابات فراهم میکنه و فرصت تحرک به تشکل های سیاسی رو بیشتر میده عملی بشه درست در جهت عکسی است که این نظام برای استقرار و استمرار اختدار و استبداد خودش تعیین همچنین ما گفتیم که گردش قدرت در جامعه مدنی از طریق هزاران هزار سلول های اجتماعی در حقیقت انجیو ها و نهادهای های مردم بنیادی است که در جامعه به وجود میان و یک نظام اقتدار جدای نوین سعی میکنه که اینها را هم از آن خودش کنه افرادش رو اذیت کنه زندان کنه از حقوق اجتماعی محروم کنه نمایندگان این نهادها رو سعی کنه که از آن خودش بکنه و مشابه اونها رو بسازه یکی از فرصت های مهم دیگر در جهان مدرن با وجود داشتن یک جامعه مدنی مثل ایران که در مقایسه با بقیه کشورهای خاورمیانه جامعه مدنی قوی است و سابقه سازمان های سیاسی در ایران که سابقه غنی از فعالیت سیاسی دارند میتوان به آزادسازی نهادهای مدنی پرداخت در سمینارهای آینده تکنیک های اون رو من برخواهم شما در دوره ای از درس هایی که در آینده خواهم داد و سمینارهایی که در آینده خواهم داشت ولی به هر صورت اینجا به عنوان یک فرصت ازش ذکر می کنم که خواست جامعه مدنی و یکی از مهمترین خواست ها باید این باشه که این نهادها را از وابستگی به دولت آزاد کنه در انتخابات و اونها کمک کنه که نمایندگان خود مردم اونجا انتخاب بشن و وابستگی اینها به دولت کم بشه یا قطع بشه وقتی چنین شد اینها همون سلولهای قدرتی هستند که خواستهای جامعه مدنی رو سامان میدن اونها رو متحد میکنن به صورت قدرت اجتماعی در میارن و اگر احزابی در مملکت تشکیل شد و آزادی احزاب فراهم شد اونها رو به برنامه سیاسی در بنابراین فرصت گرامبه های بعدی آزادسازی نهادهای جامعه مدنی و به وجود آوردن یک جامعه مدنی واقعی است مثلا به جای اینکه ما یک خواست انتظاعی و گرامبه ها مانند خواست آزادی مطبوعات و رسانه های اجتماعی رو بخواهیم یکی از راه ها این است که ما تشکیلات سنفی روزنامه نگاران خبرنگاران اصحاب رسانه ها رو سعی کنیم از وابستگی حکومتی اونها کاسته بشه مستقل بشن نمایندگان خودشون رو انتخاب کنند وقتی این تشکیلات از آن مردم شد مسلم است که اونها خواهند کوشید که رسانه ها را از قید حکومت آزاد کنند و در اطاعت حکومت نخواهند وقتی اونها بر خودی ایستادن از رسانه هاشون استقبال شد به خاطر اینکه خواسته های مردم رو میگن بنگاه های اقتصادی سوددهی شدن که حقوق کارمندان خودشون رو پرداختن و اینها جیر خار دولت نبودن بنابراین آزادی رسانه ها هم تأمین میشه بنابراین یکی از راه ها این است که به جای اینکه شعارهای مجازی را به عنوان خواسته های مدنی خودمون عنوان کنیم که البته درست و گرانبهاست نهادهایی را که می توانند این پروژه ها و ساخته ها را عملی کنند تقویت کنند. فرصت مهم دیگر این است که در جهان فعلی امکان بزرگی فراهم شده که تخصص و دانش بینش علمی منطق و روش علمی از طریق تحصیلات عالی جایگزینه، معرفت کهن میشه ما باید در جامعه همگانی کنیم که ما به علت زیست در جهان واقعی مجبوریم که بینش علمی را تفوق بش بدیم اگر کسی به عرفان یا دین یا هر چیز دیگری به عنوان یک بعد معنوی به عنوان یک وجدان شخصی یا به عنوان یک نهاد مردم بنیاد اجتماعی خاص رجوع کنه نه تنها منفی نیست بلکه میتواند تواند طبعات بسیار مثبتی در افراد داشته باشه و هیچ کس مخالف هم نیست صحبت که ما میکنیم مخالفت با عرفان یا دین یا هیچ آین دیگری نیست صحبت بر سر این است که این نوع تفریق یا جداسازی عقل کلی از عقل جزئی جهان ایده ها و مسل از جهان واقعیات فقط نیم پای از ما را در این جهان خواهد داشت و بنابراین لازم است که اندیشمندان ما بکوشند که فرق این دوتا رو بررسی بکنند نشان بدهند که جامعه بر اساس جامعه کهن یک جامعه نخبه گراست مرید و مرادی است قطبهایی را میخواهد که به حقیقت دسترسی داشته باشند و در نتیجه اقتدارگراست برای اینکه جامعه نخبهگرا حکومت حقیقت و قدرت را در انحصار عدهای مخصوصی خواهد داشت و دموکراسی که تقسیم خرد و دانش تقسیم مواهب اقتصادی و تقسیم قدرت سیاسی در اون به وقوع نخواهد یکی از ارکان مهم به وجود آمدن دموکراسی تقسیم دانش داده ها و خرد در بین همه مردم حقوق بشر و دموکراسی بر این اصل بنیادین استوار است که انسان ها با هم برابرند و همگان لیاقت و شایستگی برخورداری از خرد و دانش رو دارند و این مزیت خاصی بر هیچ کسی نیست هیچ علمی نیست که مخصوص از راسخون فل و اولیاء الله باشه همه مردم می توانند به انواع علوم دسترسی داشته باشند دسترسی به انواع علوم یک روش سلوکی استدراک شهودی و درونگران نیست و با تحصیل و زحمت و پیروی از روش علمی قابل دسترسی است تخصص ها عمومی است مال همگانه در نتیجه قدرت علمی از اختیار نخبگان باید در بیاد و به همه جامعه منتقل بشه همچنین باید در جامعه این قابلیت باشه که مواهب اقتصادی را در بین اکثریت مردم تقسیم کنه و همه مردم بتوانند امکان یک زندگی شرافتمندانه و نسبتا یا کاملا مرفه رو داشته باشند همچنین مردم باید بتوانند از طریق آرار آزاد خودشون در یک نظام دموکراتیک در قدرت سیاسی و مهمترین تصمیمات زندگانی خودشون سهیم باشند بنابراین فرصت نوین ما این هست که ما بتوانیم این دموکراتیزاسیون رو با خداگاهی ذهنی در درجه اول دموکراتیزاسیون خرد و دانش دموکراتیزاسیون مواهب اقتصادی و به دست آوردن آن را از طریق فرصت برابر برای همگان برای کسب ثروت و کسب قدرت اقتصادی در اختیار جامعه بگذاریم همچنین باید بتوانیم نظامی سیاسی فراهم بکنیم که مردم بتوانند در سرنوشت خودشون آزادانه شرکت بکنند شاید به این دلیل دموکراتیزاسیون خرد و دانش سیاسی در کتاب ها کمتر ازش شنیده اید یا کمتر نسبت بهش خوندید و شاید در اینجا برای شما نو باشه که در رونسانس و در انقلاب صنعتی این کار خود به خود با تقابلی که در جهان مدرن با کلیسا به عمل آمد و به کنار گذاشتن نظام اسکولاستیک کهن و رویاوری به روش علمی خود به خود فراهم شد و بنابراین بحث زیادی درباره اون بعدها صورت نگرفت و بعدها بیشتر تقسیم ثروت و تقسیم قدرت سیاسی در دستور بود شما میدانید که تقسیم مواهبی که گفتیم از یک طرف ضروری یک دموکراسی واقعی است یک دموکراسی نه چنان که هست بلکه چنان که باید باشد باید این خصوصیات رو داشته باشه از طرف دیگه چون دموکراسی بر حقوق فردی از جمله حق رقابت اشخاص با هم استواره این حق رقابت افراد را آزاد می کند تا بتوانند قسمت بیشتری از این نواهب را هر کدام برای خودشون داشته باشند بنابراین در تعارض جدی با تقسیم این مواهب در همه جامعه است در یک نظام سوسیال دموکراتیک معمولا این تعارض بدین گونه حل شده که در عین حفظ آزادی ابتکار عمل فردی باز تولید باز توزیع ثروت می تواند جامعه رو به یک حداقلی از رفاه اقتصادی برسانه و در این نظام ها شرکت در نظام سیاسی هم کمتر از هیچ دموکراسی نیست بنابراین من فکر می کنم که ما نباید تمامیت گرا و مطلق گرا باشیم بگوییم یا برابری کامل افراد جامعه و یا هیچ نظام هایی هستند که این تعارض ذاتی بشر را در استفاده از حقوق خودش یعنی حقوق رقابت فردی و حق برخورداری از مواهب زندگانی هموار در خاتمه باید بگم که منظور من یک دید رومانتیک از قلب و دموکراسی های مدرن نیست انسان انسان است و دارای کاستی های خودش است در مدرن ترین نظام ها هم کاستی های فراوانی به چشم می هنوز در هیچ یکی از دموکراسی های دنیا این مواهب به اندازه کافی بین مردم تقسیم نشدن اختلاف طبقاتی اختلاف در دانش اختلاف در قدرت شرکت در سرنوشت همچنان در همه این دموکراسی ها هست منتها ما باید ایدئالی را که یک دموکراسی آنچنان که باید باشد نشان بدهیم و اون رو مقایسه کنیم با جامعه اقتدارگرا منظور این نیست که یک ایدئالی از جهان واقعا موجود و دموکراسی های موجود بسازیم از آن داریم که همه اونها کاستی های خودشون رو دارن با این تفاوت که قوانین جامعه مدنی مطبوعات آزاد احزاب و نهادهای مردم بنیاد هزاران هزار نهاد مردم بنیاد چنان فرصتی را در اختیار افراد گذاشتند که استیلای اقتدار و دیکتاتوری به عنوانی که در جهان ما و در قسمت اقتدارپذیر و اقتدار جامعه است در قسمت مدرن و دموکراتیک جامعه اصلا مفهوم نداره بنابراین فرصتی که ما داریم این هست که با وصل به این جهان مدرن به این انجیو ها به این نهادهای مردم بنیاد به گروه های دموکراسی ها و همچنین وصل نیروهای مدنی و سیاسی ایرانیان در داخل و خارج در خارج از کشور هم امکاناتی بسازیم ایران یکی از قوی ترین دیاسپورا یا ایرانیان خارج از کشور رو داره امروز وسایل ارتباط جمعی این دو جمع را با هم وصل کردند باید دست به دست هم بدن بکوشند تا بتوانند جامعه مدنی را در گذار از این موانع مهم یاری بکنند این کار ممکن است ممکن است حوصله و صبر بخواد ولی تاریخ در جهت ماست ما در جهت تاریخیم یک مسابقه دائم و نفسگیر بین بربریت بین اقتدارگرایی سبوییت بی اخلاقی فساد و ارتجا از یک سو و بین دموکراسی حقوق بشر انسانیت خلاقیت و نوآوری از سوی دیگر در جریان است ما در سوی راستین تاریخ هستیم باید به خودمان ببالیم و بدانیم که پیروز تاریخ ما ایم و در این کار تردیدی به خودمون راه ندیم خیلی متشکرم که در این سلسله سمینارها با من همراه بودید و امیدوارم که توانسته باشم تا اونجایی که در این مباحث مختصر می توانستم توجه شما را به سیر اقتدار در نهادهای جامعه موانعی که ایجاد میکنند و امکاناتی که جامعه مدرن در اختیار ما میگذاره جلب کنن تا سمینارهای آینده بدرود و شما را به خدا میسپارم